هستم در سلیقه مسیح اینجا من دوباره حالتون چطوره؟ عالی. بفرمایید. حال من چطوره؟ عالی. به به. حال نفیس خانوم چطوره؟ عالی. برسوش. حال خانواده تو خونه چطوره؟ عالی. خب خیلی خوبه. عرض کنم خدمتتون که کمربنده رو ببندیم. تا بهتون بگم. دست چپ بالا. آماده. یک. محکم محکم دو سه هش عالی بود. خب خیلی خوشحالیم که بازم با خندوانه با شماییم و این خیلی کیف داره که بازم با خندوانه با شماییم. کیا از کجای ایران اومدن غیر از تهران؟ ببینم اول ببینم دستا بالا بگو. گیلان، قم، قرچک، قم، مشهد، بوی رحمت، باقرآباد ورامین، شیراز، کرج، بابلسر. یه نفری اومدین از بابلسر؟ نه حرف من این برخ هست. اصفهان قرچک. دختر شماست؟ رفت اون بالا؟ همدان. کجا؟ زرندیه. شما گفتین کجا؟ تبریز زرندیه دیگه. ورامین، دماوند، شهر مقدس ری. عالی. نهاوند. بگو. مهرشهر. چشم چپه من نیست نگاهت میکنم. ها؟ قم، زنجان، مشهد، اندیشه، بابل، پرند، ری، فردیس، مشهد، زرندیه، قائن، زرندیه. با هم اومدین دیگه؟ آره. آره با هم اومدین؟ آره. قم، کرمانشاه، اصفهان، زرندیه. زرندیه گرفت خندوانه رو امروز. شما؟ اردبیل. چه قشنگ. عالیه. خب؟ مشهد. عالی. خب. خیلی خوشحالم که اینجایین و ممنونم از اینکه از شهرهای دیگه هم اومدین به خندوانه. اگر میشد ما میمدیم اونجا که شما نیاین. ولی نمیشه. شما باید بیاین. خب. عرض کنم که شادی برنامه رو تقدیم میکنیم به مردم درجه یک زرندیه. نه؟ چون تعدادشون الان اینجا تو کسی که از شهرستان زرندیه و قم. زرندیه و قم. زرندیه، قم، قرچک، تبریز، اردبیل. دیگه من ترک نمیتونم ندیده بگیرم کسی که از تبریز و از اردبیل اومده باشه. پس به احترامشون بلند شین. شادی برنامه امشب و این دفعه خندوانه رو تقدیم میکنیم به همه مردم درجه یک زرندیه، قرچک، قم، اردبیل و تبریز و مشهد و ورامین و و و همه اینا که اینجا هم نماینده شهرشون به افتخار شد.
ببینم میتونم این کارو بکنم. اول اینو نشون بدم. خب بچه دیدین ژاپنیا تو فیلمای ژاپنی قدیمی هاشون که کیمونو و لباس اینجوری میپوشیدن، خانم‌ها اینجوری راه میرفتن، با چقدر سخت اونجوری راه رفتن نه؟ این انقدر کیپو تنگی همش اینجوری میده، بعد فکر عجله داره از اتوبوس داره جا میمونه، نرو دارم میام صف کن. حالا تو فکر کن بعد دیدی که به محض اینکه میرسن به در این داره نه چرا با در نشسته در رو باز میکنن، واسطاده در رو باز میکنن، با پا هم باز میکنن، برم بیرون غرفی رو ببندن برن، بعد بشینن دو دستی برن اون برش دور از من. حالا فکر کن که دو تا سامورایی میفتن دنبال هم دیگه، یعنی تصویری که میبینی تصویر این اتاقه، خالیه و یه در. در اینجاست، اینجا رو نگاه کنی، من نیستم هنوز. گرده چونو چونو آدوه در ادامه، در ادامه آدوه چونو چونو این از اون چیزاست که من هیچ وقت نفهمیدم چرا این اتفاق میفته. در برای ژاپنیا خیلی مهمه، درای کشویی، و برای ما ایرانی ها رد شدن از در خیلی مهمه. همش فکر میکنم یه اتفاق عجیب میفته. بفهم بارا تو دیگه. خب عرض کنم که یه نکته بگم راجع به اینترنت. آدمی مثل من که عاشق سرعته، سرعت و دقت، من از کند کار کردن به شدت بیزارم. صبوری رو خیلی خوب بلدم، یعنی اینکه باید صبر بکنی تا به نتیجه برسی، عجله نکنی. ولی سرعت داشتن خیلی چیز مهمیه، بعد میگم در کنارش دقت. اینترنت پرسرعت، ببین همه ما تو خونمون تو محل کارمون میتونیم اینترنت پرسرعت داشته باشیم، ولی اینکه تو همراهت توی گوشیت یا توی تبلتت اینترنت پرسرعت داشته باشی یه چیز دیگه است. اینکه تو بتونی سنگین ترین فایل ها رو واقعا در عرض شاید چند ثانیه آماده نمایشش بکنی و تماشاش بکنی، این خیلی چیز لذت بخشیه. نمیدونم چند درصدتون اینو تجربه کرده. دستت اونا که 4G دارن دستشون رو ببرن بالا، اینترنت 4G. اونایی که اینترنت استفاده میکنن دستشون رو ببرن بالا. همه دارین استفاده میکنین، توصیه منو گوش کنین، به حرف من اعتماد دارین، توصیه منو گوش کنید، حتما اینترنت 4G رو امتحان بکنید. سرعتش و دقتش واقعا بی نظیره. همه جای دنیا الان دارن از اینترنت 4G استفاده میکنن و ما توی ایران هم این امکانو داریم. ایرانسل داره این کار برای ما میکنه. توصیه میکنم یه بار امتحان کنیم، نمیشه دیگه ازش دل کند. یعنی یه بار که تجربهش میکنیم آه اون چیه هندلی فس 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 نفس. دومی، سومی، چهارمی نگردم. من هنوز نگردشتم، خالی کنی. چهارمی رو بکش، نگردم، نگردارین. یه بار دیگه نفستو نگهدار آقا،
نفس برو. یک دو سه. بخند. آفرین آفرین نفیسه. نفس دوباره. تکون بده اینجا رو. آفرین. بریم بیاییم وقت نداری. بدو یک دو سه بریم بیا. نارنجی رو خیلی دوست داشتم. دوست داشتین مثل نارنجی باشین؟ یه ذره بودم. بودی؟ یه ذره هستم. بله. چرا؟ روحیم یه ذره لوسه بود. کپل. کپل؟ تو شهر موشا؟ بله. بیشتر فکر میکنم شبیه خپل بودم. خپل گربه بود. گربه بود. یه آهنگ خیلی ناراحتی هم داشته. چجوری بود بخونم؟ موزیکش یادم نمیاد چجوری. الان تو ذهنم نیست. نادین. نادر؟ رادین. رادین؟ شبیه دانشمنده ایرادین. آره؟ خودت هم یه چی فکر میکنی؟ نه؟ شبیه کیایی پس؟ آهنگسازا؟ نه. خب خانم کوچولو شما شبیه کدوم یکی از شخصیت کارتونی هستی؟ خاله شادونه. خاله شادونه؟ چرا شبیه خاله شادونه ای؟ برگ مهربونه، بچه ها رو دوست داره. آقای رادین خان شما کارتون میبینی؟ بله. دوست داری شبیه کدوم یکی از اینه که تو کارتون هم میبینی باشی؟ مینیونا. آره. چرا مینیونا؟ خب جالب دیگه. دیگه چه خبر؟ خوب. خوب؟ آدم تو دهنته؟ بله. در میری بندازش بیرون؟ دقیقا بذارن یا سطلاش را پیدا کنم. من میدونم که این کار نمیشه. چرا؟ اصلا چهرهتون نمیاد. خب عکس خیلی چیزا رو منفی اول بیشتر میبینم بعد مثبتش میبینم. اول میدونین که نمیشه بعد میشه. آره آره با سعی بشه. من خودم گربه های اشرافی رو دوست دارم. خب دیزه این یارو چیزه چیه؟ رود رایدر. مک مک. خب حالا یکم خودتو مرتب کن، موهات و لباستو. خوبه؟ آره خوبه. آها خوب شد. شما شبیه کدوم یکی از شخصیت های کارتونی هستی؟ سیندرلا. سیندرلا؟ چرا؟ چون که همه میگن خیلی خوشگلی. آها تو فامیل. خب میگن خیلی خوشگلی. تو هم باور کردی. آره؟ کپول هم خیلی دوست دارم. کارایی که میکرد اینه برادرم بود. خیلی شبیه. جالب بود. الان اینجاست؟ بله. کپول کو؟ همونه که آها همین آقایی که گربه های اشرافی رو دوست داشت. آره. من شیل آقای اومالی هم. آقای اومالی توی گربه های اشرافی؟ آره. اون شخصیت خوبی نبود. چرا؟ اومالی کدومشون بود؟ اون خانوم و بچه هاشو دیگه. آها اون گربه خوشتیپه چیزه قهوه‌ایه. آره تو پل مپله. اومالی آق بابا هم به نظرم الان یه خورده شبیهشم. آق بابا یه گربه بود؟ نه نه آق بابا. آق بابا. آق بابا کی بود؟ پدر کجاست همینجاست. آها. راستی خودم هم آق بابا هم. آها تو هادی و هدا و هدا. خب بخونید شعرشو الان. میخوام دعوت بکنم از کمدین علی مسعودی. سلام علی. سلام. سلام. به به. حالتون چطوره؟ عالی. به به. بگو داشتی چیکار می‌کردی؟ آها. ببین دیدم شما یه مسابقه راه انداختین به اسم لواهنگ. بله. خب؟ حالا یه مسابقه من راه انداختم. من اینجوری کردم فلان اینا تمام این ارنجمند بوکال بایایی که هستن و
اینا بیان رو لب من یه آهنگ بسازن اگه میتونن. آها برعکس رفت. آره دیگه الان برعکسه دیگه. یعنی به جای اینکه قطعه باشه که ما روش لب بزنیم، آره تو روی لب زدن تو باید یه آهنگ ساخته. عمرن هم اگه بتونن چیزی روی لب چیزی بسازن. ایده بود. آره. خب علی بله چقدر چیز آوردی با خود؟ آره خیلی چیز آوردم این دفعه. اینو تو مسیر مشهد تهران که داشتم میآمدم توی مغازه دیدم، بعد خیلی خوش آمد خریدمش. آره بعد جیانه دیگه. جیانه شما چه رنگی بود؟ دقیقاً همین رنگ ولی پررنگ‌ترش. نه بابا. آره دقیقاً همین رنگ پررنگ‌ترش. چجوری بود؟ یه چیزی تو این مایه ها بود. راستش بخوام وقتی بابام خرید رنگ نداشت، راستش بخوام اینقدر بتونه و اینا زده بودن. آره هم رنگ کمربند خارزادم. بله خارزاده شما؟ بله راست میگی؟ بله کمربند آبی تکواندو داره، بغل دستید هم مشکی داره. بله چطوری؟ بله خانواده رو همه رو کلن وحشی بارو بردم. کلن مدلشون اینجوریه. ببین یه بار استارت پدر رو میزنی، استارت ما یعنی استارت پدر استارت ماشین پدر. و اول اجازه هست یه تشکر ویژه بکنم از تمام مردم ایران. اینقدر تو این چند وقته به من محبت داشتن و اینقدر منو تحویل گرفتن که خودم باورم نمیشد واقعا. دست همه شونو میبوسم. یه تشکر ویژه از مردم خوب مشهد میکنم که اون موقع مسابقه خیلی حمایت هم کردن و اینا. دست همه شون درد نکنه. من واقعا واقعا تشکر میکنم از مردم ایران که واسه سلامتی ننه دعا کردن. من الان که ننه داره نفس میکشه مدیون مردم ایران و دعای خیرشون هستم. و یه تشکر ویژه هم بکنم از پرسنل بیمارستان قائم مشهد. دم همتون گرم. خب سری پیش که من اومدم گفتم استند اجرا نمی‌کنم به خاطر که یه قولی داده بودم به دوستای خوبم تو آسایشگاه معلولین فیاضبخش مشهد. اونا یه هدیه به من داده بودن، گفتم بعد من بیارمش و بعد خاطرامو تعریف کنم. من رو دعوت کردم رفتم اونجا و یه کادویی بهم دادن، منم ذوق زده بازش کردم. واقعا واسه که بازش کردم باز بیشتر خوشحال شدم. اینه واسه من درست کرده بودم. الان بپوشمش؟ بپوشم؟ نه دیگه نپوشم؟ نه این مال تو خونه است. اینجا میگه خونه نیست. اگه همه رای میدن بپوش. آقا بذاری بپوشم. از روش میپوشم. آره دیگه نفس. والا زیرش هم یه چیزی دارم تا اینجا سا. چی دیدن منو؟ خب آقا بچه ها اصلا این حرف مسخره منو بیخیال شید. من لاغر شدم یا نه؟ بله. چی شدم؟ بله یا نه آخه؟ بله. واقعا لاغر. ترازوی هست یا نیست؟ بله هست. بیاریم نیاریم؟ شاه حسینی بیار. علی واقعا لاغر کردی؟ به نظر من نه. من از تو نظر خواستم. این همه آدم نشستن تو چرا نظر میدی؟ یاد بچگی هم افتادم. اینقدر به بابام قول داده بودم دیگه گوش نمیداد. تا بگوتم قول میدم میرفت. میرفت کمربند میابرد. کار خود چون می کرد خدا بیامرد. خب یه بار تو مشهدی که من دیدی گفت آی مسعودی؟ گفتم بله. گفت اگه مردی خاطره تفنگ رو چجوری باید تعریف کنی؟ گفتم یه دور از جونه، یه خدای نکرده یه چیزی. گفت مرد حسابی. بعد تا یک هفته توهم مرگ رو داشتم. گفتم نکنم بمیرم تفنگ رو تعریف نکنم. یه جا وصیت نوشتم تفنگ رو. یکی بخوندش. ولی امشب دیگه تعریفش کنم دیگه تمام شد. منم دعوت نکنین برنامه. منو به خاطر این تفنگ دعوت کن. آره تمام این مدت. تفنگ تعریف کنم دعوت میگه دیگه صداش نزنین این بیشعورو. اولا که بگم خاطره تفنگ به جان خودم یه خاطره خیلی معمولی جزئیه. جریانش هم این بودش که پارسال رامو گفتش که یه خاطر جلسه اول که من گفت خاطر چی تعریف کنم، گفتش که تفنگ تعریف کنم. گفتم تفنگ همین چی
با نمک هم نیست، بال خودم هم نیست، بال یه آدم بی نمک تر از خودمه. فلان اینا. گفت نه خب حالا چیز کنیم. یهو گفتم رام بود بیا باز یه کاری بکنیم. گفت چی؟ گفتم من هر دفعه میام یه خاطره تعریف میکنم، بعد تاش میگه تفنگه چی شد فلان اینا، همینجوری بریم پیش، بعد دیگه یه روز تعریفش میکنم. گفت آره. بعد یه کار کشید به مسابقه، ما هم سوء استفاده کردیم که شاید اول بشیم با یه تفنگ، دیدیم نه اصلا هیچوم شدیم. خلاصه ولی الان تفنگ رو تعریف میکنم، خاطره من نیست، خاطره یک از رفیقامه. ولی جون مادراتون بخندید، رفیقم زایه میشه اگه نخندید. مال ما که نیستش، مال ما قبلیه بود که بابا ما رو زد. جریان مال مثلا 40-50 سال پیشه. واقعا میگفتش که باباش رفته بوده سربازی. باباش رفته بوده سربازی، نه حالا بلش کن یکم بیاریم جلوتر. ما که راویم دیگه، حالا دست میبریم تو قصه. میگفت صحبت مثلا مال 40-35-40 سال پیشه اینا. میگفتش که آقا داداشش رفته بود سربازی، از سربازی اومد، میگه آقا داداشم از سربازی برگشت، آقا همه فک و فامیل اومده بودن تو محل و ده ده نمیدونم چی تره میگه مثلا پسر بزرگ شده. خلاصه چی میگه، هم رسید توی خونه، یا اون موقع هم دقیقا همون 40 سال پیش هم مثل زمان ما تلفن نبود دیگه، مثلا یه همسایه تای کوچه 500 متری تلفن داشت، اینا هم خونهشون این ور کوچه بود. بگو همسایه‌مون یه اومد و گفتش که تلفن کارتون داره. اصلا اون موقع اینجوری بود که یکی میام میگفت تلفن کارتون داره، همه محل حمله میکردن به خونه اونی که تلفن داشت که ببینن کی با کی کار داره. میگه آقا همه بودو رفتیم و تلفن ورداش، اول مادرم ورداش، بله 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 بله، همه اول بله 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 میکردن. گفت گوشی رو داد به برادرمون که تازه مثلا 5 دقیقه نمیشد رسیده بود. گوشی گفت جانم، صدا اونور هم خدمتیش که با هم ترخیص شده بودن تازه رسیده بود به محلشون، یک شهر اینا اگه شمال شرق کشور بودن، رفیق جنوب غرب کشور بود، یعنی 24 ساعت با هم فاصله داشتن، اینقدر با هم چیز داشتن. گفت الو بابا بی معرفت، چرا نمیای به ما سر بزنی؟ یه داداش گفت بابا من هنوز دیروز ترخیص شدم، الان 24 ساعت نمیشه که تموم شده خدمتمون. داداش ما رو فراموش نکنی، ما 2 سال با هم داداشی بودیم فلان فلان. گفتیم باشه داداش، به خداحافظی. یادم همه اومدیم خونه، کات دو مرتبه فرداش همسایه باز اومد گفتش که تلفن کارتون داره. آقا باز همه محل رفتیم خونه اونا و باز گوشی رو برداشت مادرم، بله بله بله، باز گوشی داد به داداشم، باز همون رفیق هم خدمتیش بود. بی معرفت، چرا نمیای به ما سر بزنی؟ بابا الان 2 روز میشه با خدمتمون تمام شده. کات 6 سال گذشته بود، هفته ای 3 بار تلفن میزد، 4 بارم پستی نامه می آورد. که تا نامه رو باز میکردیم صداش توی نامه بود. بی معرفت، چرا نمیای به ما سر بزنی؟ خلاصه چی؟ میگه دیگه داداشمون اینقدر رفت اون خونه همسایه‌مون، دختر همسایه‌مون بزرگ شده بود، دیگه موقع عروس شدنش بود. توی رفت آمدها داداشم عاشق دختر همسایه‌مون شده بود. شب خواستگاری داشتیم صحبت میکردیم، تلفن زنگ زد. پدر دختر گوشی رو برداشت و گفت بله بله همینجا نشستن. گوشی دیگه قشنگ میشناخت، گفت بابا این هم خدمتیته. بگی گوشی که قرار دادن، پدر زنه گفتش که ببین دخترم رو زمانی بهت میدم که یه سر بری اونجا و برگردی که دیگه یه به اون زنگ نزنه. شرط ازدواج این بود اصلا. میگه ما هم زنگ زدیم بهش و گفتیم که الو داریم میان. میگه اصلا تا گفتم داریم میان، میگه از یه صدا زدم گفت آقا دارن میان. بعد گفت چند روز میان؟ گفتیم که 5 روز 6 روز، چون میگه فاصله خیلی زیاد بود، گفتیم تا برسیم اونجا یه روز طول میکشه، حداقل 2 روز هم بدن دردیم، چون مثل الان ماشینا پیشرفته نبود دیگه، 3 روز هم اونجا استراحت کنیم. گفتیم 5 روز. گفت 5 روز؟ گفت آره 5 روز. گفت نمیشه یه هفته بمونیم؟ گفتیم چرا؟ گفت پس 10 روز بمونیم. گفتیم خب 10 روز میمونن. یا گفت 10 روز میمونن، 10 روز میمونن. قشنگ اعلام کرد، انگار تو محل اعلام کرد که آقا مهمونا اینا 10 روز میمونن، 10 روز میمونن، 10 روز. خلاصه قطع کردیم و خداحافظی، و صبح هم کل همسایه ها پشت ماشین ما، یعنی اینو داداش رفیقم و داداش دو نفری رفتن. آقا میگه ما بلند شدیم رفتیم و با نقشه پیدا کردیم. میگه دقیقاً میگه 48 ساعت تو راه بودیم تا اینا رو پیدا کردیم. میگه پدرش خان یک ده خیلی بزرگی بود. میگه آقا ما وارد این میدونگاهی ده شدیم، اصلا میگه آقا ساز و دوغار چتلا چتلا دیده، انگار مثلا سفیر یک کشور مهم اومده.
میگه آقا ریختن آقا ما رو اینجوری بلند کردن و میگه هر موجود زنده‌ای بود جلو ما سر بریدن، گاو، گوسفند، مرغ، ماهی، پرنده رو هوا میزدن، پشه میکشتن و هر چی بگی. دو سه تا سش رو کشید رو بکنم با سگیم آقا، اشتباهی نکشتنشون اینا. میگه آقا ما رو همینجور که قلمگوش کرده بودن داشتن میبردن و رسیدیم خونه همین کت خدا که بابای این رفیقمون باشه. میگه با همینجور که رو دوش داداشم بودن گفتم بابا کاش که زودتر میامدیم، چقدر حال میده اینجا و فلان اینا. میگه همینجور داشتیم شماتت میکردیم داداشمون که کاش که مثلا ما همین 10 سال پیش میامدیم. و میگه آقا رسیدیم اینا در خونه رو که وا کردن، میگفت این سالونه که بود، میگفت یه آینه قدی بزرگ بود، میگفت ما همینجور رو دوش این اهالی بودیم و ما رو همینجور بلند میکردن سر رو میخواد به در و دیوار و اینا. میگفت خدا شده یه صدا تیر اومد، میگفت آینه قدیه یه ریخ. میگفت تاریخ بابای رفیقمون که کت خدا بود گفت دراز بکشی سنگر بگیری. میگم همه دراز کشیدن، میگم از تو شلوارشون اسلحه در آوردن، میگم به یه نقطه نامعلوم تیراندازی میکردن. میگم ما را میگیره کشیدن رو زمین، پشت ما سنگر گرفته بودن. میگم ما هم ترسیده بودیم، هی میگفتیم چی شده چی شده. باباش میگفت نترسین نترسین، با شما کاری ندارن، با ما هم کاری ندارن. میگفتیم پس با کی کار دارن؟ میگم نه، یعنی منظورم که شما رو نمی کشن، ما با اون ورده یا درگیریم، یه دفعه یک از میموناشون رو با تیر زدیم، اونا میخوام شما رو با تیر بزنن. میخواستن انتقام بگیرم. بعد میگفت نترسین پاتونم میزنن نمی کشنتون. گفت آقا خب این چه کاریه، بذاریم ما بریم. میگه باباش گلنگدن کشید، گفت ما اعلام کردیم 10 روز شما باید اینجا باشین. اونا میدونن 10 روز شما اینجایین، برین ما ضایع شدیم. یه تیرم تو رو پاما زد. میگه آقا نشون به این نشون. میگه نمیدونم اونا هم کجا مخفی شده بودن. بعد میگه خب تو روستاها مثل شهر نیستی که دستشویش توی خونه باشه. میگه دستشویش توی حیاط بود. میگه اینا غذا جلومو میذاشتن، باید هم میخوردیم. میخوردیم. میگه با هم استرس و ترس برامون داشته بود. آدم دو حالت میگیره، یا بیرون رویش زیاد میشه یا اصلا نمیره بیرون رویش. میگه من مدل از اینا بود که دیگه رفته بود بعد میرفتم هر چند دقیقه دستشویی. میگه به جان خودم عین 10 روز میگه میومدم میخواستم برم دستشویی، میگه دستشویی اون گوشه حیاط بود. میگه هم میومدم شروع میکردم تیرنده. میگه من اینجوری بودم. میگه وسط کار خراب میشد میرفتم حموم. میگم این 10 روز ما دستشویی نبودیم، فقط وسط مسیر میرفتم تو حمام مثلا. میگه قاسم بعد از 10 روز ما رو ول کردن و برگشتیم. اینم خاطره تو فنگ. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. دست شما در خدمت. خواهش میکنم. خب مال من نیست. یعنی چه مال من نیست؟ من چه؟ بفرمایید ما شما رو با این وزن می‌کنیم. تنها کسی که اینجا میره روی شما این. ها این اختصاص واسه من خریدی؟ دست شما در نکنه. نمیبری اینجا سا. باش. بذار اینجاش بذارم. خب خداحافظی نکنم اینجوری بنسه. نه بفرمایید خداحافظی. خب دست همتون درد نکنه. واسه سلامتی همه پدر مادرها دعا کنید و از بیننده های عزیز میخوام هر کس الان نشسته بپره دست پدر مادرشو ببوسه، چون تا زنده ان باید قدرشون رو بدونه. یا علی مرسی. حالا بریم بیاییم. 1 2 3 بریم بیاییم.
بابا بخیر، صبحتون بخیر. چای تازه براتون آماده کردم. کجاییم سروان؟ قزوین. بابا قزوین. نه میدونم قزوین. کجای قزوین؟ کجای قزوینی؟ جای جلا اون طرفا یکم دور، یکم شلوغ اونجا، یه سری ماشین هم انگار دارن بالا پایی میبرن. این از ما بیشتر بالا پایی میبرن. آه آره آقا مواظب خواهد باش. چه فاجعه‌ای شد؟ گفتی از ما بیشتر رو پایی ببرن؟ آره آقا بگو باشه، بگو باشه، حسام بگو باشه، حسام نگه دار. سلام. بریم ببینیم اینجا چه خبره. خدا به خیر بگذارون. بریم سلام. بریم بریم. چه سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. احترام دارم خدمت شما. خیلی خوش اومدید به شهر قزوین. عرض حضور شما که یکی از جلسات تمرینی بچه‌های هیئت اتومبیلرانی کمیته دو دیفرانسیل قزوین هستش. هر هفته بچه‌ها میان اینجا برای تمرین کردن و ماشیناشون رو تست می‌کنن و خیلی خوشحال شدیم و مطلع شدیم که بچه‌های خندوانه تشریف آوردن به شهر ما. به افتخار شما بچه‌ها رو جمع کردیم در خدمتتون باشیم. بچه‌های آفرود قزوین و خانواده‌هاشون از جمله اعضای کوچیک کمپین جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب هستن و اینو شما به ما آموختید و ما اینو ترویج دادیم در سطح شهرمون. یک، دو، رد چرخ‌های ما رو اگر از کبیر گرفته تا جنگل و کوهستان و برف و دشت اگر تعقیب بکنید هیچ زباله‌ای تو طبیعت پیدا نمی‌کنید. ما به طبیعت احترام می‌ذاریم و طبیعت به ما احترام می‌ذاره. سوم، هر شب شما با برنامه قشنگتون ما رو مهمون میکنید به خنده های زیبایی که میتونیم تقدیم به شما بکنیم. جا داره ازتون تشکر بکنم و جناب خانه عزیز
خیلی خواهان داره تو شهر قزوین. ان یه برنامه باشه که حضوراً خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم. خوشحالم کردید. بازم اگه کاری بود ما در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. دست شما در نکنه. همه موفق باشید. قربان شما. خیلی ممنونم. زنده باشید. خیلی ممنون. دیدی؟ من باور نمی‌کردم. یعنی ممکنه مگه اینجوری بچه‌های ما آماده بشه برای همچی کارایی؟ ولی کاروانم بیاریم یه دور بندازیم تو آبا ببینیم موتورش کار میکنه. بعدا صحبت میکنم در این مورد. ببخشید حالا بتونیم ادامه بدیم بچه ها رو ببینیم که کارا رو و به چیزایی که اینجا اتفاق میفته نمجد کنیم. کجا سوار شی؟ سواری که زمین حال میده. ما؟ آره. یعنی آقا بگیم آماده برای عکس. آقا پایین اون بره بگیر. آماده برای عکس. بریم به اون. یک دو سه سی. الان قرار اون دور بیدیم. سه دو یک سی. گوش کنیم. حیفه بهار بایه امن خشکدار ببیم. حیف است بهار بیاید و ما درخت خشکیده باشیم. امن باکو ببیم، دشت ببیم، روبر ببیم. ما باید کوه باشیم، دشت باشیم، رودخانه باشیم. وسی بلبل ببیم، بخنیم عاشقی ترانه. باید بلبل شویم و ترانه عاشقی را بخوانیم. من و تو چی کم داریم بلبلان جا آخر؟ آخر من و تو از بلبلان چه کم داریم؟ چرا نوستی من و تو گلانه بیقرار ببیم؟ چرا نباید برای گلها بیقرار شویم؟ خانم آقایون، میخوام دعوت بکنم از یک نویسنده، بازیگر، کارگردان و رفیق همه ما که از شمال ایران قشنگمون اومده سالهاست ولی بچه اونجاست و این خیلی لذت بخشه.
خانم آقایون، دعوت میکنم با افتخار از رفیقم جناب آقای هومن سیدی. رشت؟ بله. و یه ذره راجع به خانواده تو اینا بگو برامون. یه ذره فضولی های ما رو ارضا کن. ما در وسط پسریم یه دختر. تو چند دومی؟ من دومی هم، برادر بزرگترم. اسمتون رو بگو. حامد، هومن، هامون، خواهرم هیلدا. هیلا؟ هیلدا. هیلدا. بله. آره، هامون که پیش منه و داری یه نقشه‌ای داره واسه آیندهش. حامد همونجا زندگی میکنه. نزدیک پدر مادرم. هیلدا هم همونجاست و دانشجوی دیگه، داره برای پزشکی فکر میکنم آماده میشه. آره. و اینکه مادرم بازنشسته نیرو دریایی ارتشی در واقع. آره خیلی چه جالب، مادر ارتشی. خب بله. و پدرم هم کارمند بانک کشاورزی که بازم بازنشسته. پدرت نقاش بود؟ نه، چه تضاد عجیب میشه. آره آره. مادر روحیه مادرم نظامی بوده؟ ببین، تا یه موقعی که بچه بودیم و باید حرف خانواده رو میشنیدیم، آره دیگه، فقط مادر بود. پدرشون خیلی مهربانتر بود به نظر میومد. آره. ولی آره مسئولیت نظم و انضباط و آره، اینجوری رو مادر قبول. بله 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 بله. پدر بیاین بریزیم به هم و اینا. حالا نه، اون چیزم میمون ببینه مادرم چی میگه. مثلا هم اونا رو بگه. منتها خودش تبیاره روحیه یه چیز. نه اینکه مادرم روحیه خشنی داشته باشه، ولی اساساً از ایشون بیشتر حساب میبره. منضبط‌تر و جدی‌تر بوده. بله. یه چیزی که از مادرت یاد گرفتی و برات مهمه، یعنی حفظ کردنش برات مهمه. اینجوری که من اخلاقم اینه، من این کارو میکنم، به شما معتقدم، اینجوریام. اینو از مادرم دارم. شاید یه دونم از پدر. شاید مثلا چیزی که شاید خوب نباشه، شاید اخلاق خوبی نباشه، شاید اصلا برازنده نباشه، ولی برای من خیلی نکته مهمیه. من یادم میاد که ما اگر بزرگترین اشتباهات هم میکردیم، در هر صورت مادرم روزنه‌ای پیدا میکرد که حق رو به ما بده. این برای من خیلی نگه داشتن خانواده بود و پشت به شدت به شدت همیشه پشت بچه‌هاش بوده و هنوزم هست. این باحاله. آره ممکنه حالا مثلا از آره بیرون بگن آقا جان، تو باید مجبور شی در برابر حتی چیزی که حقه یه ذره بله. باستی. آره. ولی حفظ کردن خانواده خیلی چیز مهمی. بله. خب این خودش به شدت اعتماد به نفس میاره. وقتی مثلا بزرگتر میشی متوجه میشی که من یه اعتماد به نفس دارم که بخش زیادش کاذبه ها، یعنی میاد وقتی تو جامعه متوجه میشی خب نه اینجوری هم نیست، همون حقای دنیا به من داده نمیشه. آره. ولی کلیتش اینه که خب تو خودت حال خوبی داری بابت این ماجرا، یعنی همین که میافتی به سرعت پا میشی، میگه هیچ طوری نیست. و تو همین جوری، یعنی تو هم همین برگشت متعادل‌تر شدم. ها؟ یعنی این دارمش، ولی تا جایی که جا داشته باشه تعادل رو رعایت میکنم. یعنی خیلی از اون که اگر در خانواده اتفاق بیفته یا چیزی خانواده رو تهدید بکنه تو هم میری وسط. چشام بسته است. بله. او. باحاله. آره باحاله. من نمیدونم الان این چقدر، این خیلی نکته عجیبه به نظرم. دراماتیکی رو تو مطرح کردی. چون خانواده دو تا چیز با ارزش کنار هم دیگه قرار بگیرن، این که آدم کدوم یکی رو انتخاب میکنه در لحظه که مجبور انتخاب بکنه، این خیلی چیز دراماتیکه، فیلم هستن. آره. بیا بسازیمش. ولی واقعا این خیلی چیز سختیه که تو حق، ما همیشه میگیم حق باید به جا بیاد، شوخی نداریم، حق باید اتفاق بیفته، پاش با میستیم. از طرفی میگیم خانواده هم شوخی نداره. بله کاملا این بوده. ولی مادر دیگه. ولی خب رها نمی‌کرد، یعنی اگر فرض می‌فهمم، ولی مادر خانواده انتخاب کرده. بله بله کاملا. از پدر بگو چی داری؟ پدر که خب همیشه اسمش خیلی معلومه و همه اون ویژگی‌ها رو داره. شاید چیزی که از پدرم یادم میاد مهربانی بیش از اندازه شونه و خب برای من بسیار قابل ارزش و احترام. و اینکه من یادم میاد خب من همیشه خیلی از ماهیگیری خوشم میومد
و یادم نمیاد تا این سن یک بار ازش خواسته باشم و تو اوج مثلا شلوغی وقتی رو نذاره، چه زمانی که خیلی کوچیک‌تر بودم تا همین روزهایی هم که هر وقت وقت کنم و بخوام برم حتما باش میریم یه ماهیگیری مفصله، یه صبح تا مثلا عصر. یا چقدر باحال. آره. دو نفری؟ معمولا دو نفره، ولی اگه کسی دیگه هم میخوام مثلا تو بخوای بیای میتونی یه چیز صادر، یه بلیت صادر میکنی میتونی. شما که قدمتون رو چشم. مخلصم. کاش میتونستم واقعا. بگو آشپزی چطوره؟ افتضاح. چرا؟ وای آدم شمالی باشه، رشتی باشه. نه خوب میخورم اینا رو. نه نه باشه. عمر آره. باعث. کدوم خیلی دوست داری؟ فسنجون شمالی. باید واسهش نوشت، میدونی؟ شعر و شعر ادب و با قولی قاطو. تو چند ساله به شکل حرفه‌ای داری کار میکنی؟ بگو. حدوداً 13 سال. خیلی رشد، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی، یعنی زمان به. تو خیلی سریع و خوب رشد کردی و این قابل تقدیر. متشکرم رامو جون. من خارج از اینجا هم اینو به تو گفتم. بله بله بله، لطف داشتی به هم. یعنی واقعاً اعتقادم. خب ببین واقعیتش اینجاست که وقتی آدم ورود میکنه تو هر حرفه‌ای فرق نمیکنه، به نظرم باید اینقدر داخل بشه و وقتی مخصوصا سینما، یعنی هر چی بیشتر ورود میکنی میبینی که چقدر عمقش عجیبتر و طولانی تره، یعنی هر چی جلو میری بازم کمه. حرفه ما دنیای عجیب غریبیه، یعنی آدم هر روزش که میگذره سنش بالاتر میره تازه متوجه میشه چقدر نمیدونه یا چقدر کم میدونه. آره. و تا موقعی که خسته نشی این مسیر ادامه داره دیگه. و خب طبیعیه، من کار شاقی نمی کنم، من فقط تلاش میکنم که زندگیم رو بر مبنای شغلم تعریف کنم، مثل خیلی از همکارمون، مثل تو، مثل خیلی از آدمای دیگه. منم از این قاعده مستثنا نیستم و شاید اضافه بر این ماجرات نگرانی این رو دارم که هی نرسم به جایگاهی که فکر میکنم و هی میترسم که دیر بشه و هی فکر میکنم چقدر چیز هست که نمیدونم و برای پیدا کردن و رسیدن به اینا خب هر کاری میکنم. جایگاهی که بهش فکر میکنی چیه؟ جایگاه برام تو فیلمسازیه. چیه؟ نه اینکه بازیگری برام از درجه کمتری برخورداره نیست، نه، ولی فیلمسازی آرزو دارم توی فیلمسازی. دوست دارم یک فیلمی رو بسازم که همه دنیا ببیننش، یعنی تماشاگرش انقدر وسیع باشن. این برام بزرگترین آرزوست. اگر یه فیلمی بسازی که این اتفاق براش بیفته به آرزود رسیدی و دیگه میشینی؟ یا نه تو خوزه نه نمیشینم. بعدی و بعدی و بعدی ممکنه یک آرزوی دیگه اون موقع بیاد سراغم. ولی برام بزرگترین آرزوم اینه. فکر میکنی کی بهش میرسی؟ هیچ وقت. هیچ وقت؟ نه، برای اینکه فکر میکنم که خیلی چیز گنده ایست. این فقط آرزوه، لزوما آرزو رو آدم بهش نمیرسه، ولی میتونه برات حرکت رو به جلو باشه دیگه. من هر روز تقریبا بهش فکر میکنم که باید این اتفاق بیفته. ولی خب آخه این هیچ وقته، مثلا من یادمه که 13 14 ساله که بودم اولین فیلم کوتاهم رو ساختم، خیلی هم فیلم مزخرفی بود. فقط هم پدر مادرم دیدن گفتن به به پسرم چه فیلمی ساختی، واقعا که قابلیت اینو نداشت یک نفر از دوستات ببینن. منتهی مرتبه اون موقع هم فکر میکردم که هیچ وقت این اتفاقاتی که الان افتاده پیش نمیاد برام. آها خب ببین. آره ولی خب ولی از مسیرم خارج نمیشم به خاطر اینکه یک آرزوی مشخص و یک هدف مشخص دارم. ولی خب طبیعیه که الان فکر میکنم هیچ وقت، ولی عقب نمیمونم به خاطر اینکه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. متوجه میشی؟ آره خیلی متشکرم. ببین ما همه کسایی که به همه مهمونایی که به خندوانه دعوت میشن همشون ویژگی هایی دارن. یکی از این ویژگی ها اینه که شخص مهمان در حرفه خودش فرد موفقیه، یعنی حرف برای گفتن داره. ممنون. شخصیت متوسطی در حرفش نیست، پایین تر که ابدا، متوسط که هرگز، قطعا
اصلا رو به بالاست. خب خوشحالم توی این دستبندی شما قرار. بله بله همینطوره. نه واقعا دارم عرض میکنم. من که دارم میگم، میگم تو خیلی با کیفیت و با کمیت رشد کردی و موفقیت به دست آوردی. من الان حرفم اینه. من اینکه هومن سیدی سینماگر در اینجا نشسته باشه جذابیت‌های خودش رو همینجور با خودش داره. ولی برام این اهمیت داره که بشنویم ما، مخصوصا کسایی که ما توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که درصد زیادی از آدم‌ها دچار یک ناامیدی‌هایی هستند، دچار یک افسردگی‌هایی هستند، دچار ناامیدی هستن از این منظر که من که نمیتونم، همه چی پارتیه، همه چی پوله، همه چی تا اونا هستن که ما نمیشیم. در هر چیزی ها، مثلا در هر موفقیتی، کلن به معنی عام دارم میگم موفقیت، تو پول و پارتی باعث رشد تو بوده؟ نه من که اصلا پول و پارتی نمیتونه باعث رشد بشه. رشد دارم میگم چی؟ میگم که پول که اصلا هیچ وقت نه آدم پولداری بودم، نه تو خانواده هم زندگی کردم که ما خانواده پولداری نبودیم. دو تا کارمند بودن که محترمانه زندگی میکردن و هنوزم همینطوره. منم هیچ وقت دغدغه مالی که بیام واقعا از پول اصلا بدم نمیاد، اصلا خیلی هم دوست دارم، ولی اینکه بیام بنای زندگیم رو بذارم برای پول درآوردن نبوده واقعا. و هیچ وقتم خب طبیعی هم چون آدمی پولی نداره برای ورود. من حتی یه کارگاهی دارم که با دوستای خودمون جمعیم که حالا تو خود در جریانی کجاست و چجوری در واقع صحبت اونها هم خیلیه از این دست سوالا دارن که با پول باید ورود کرد، با روابط، با لابی، با هر چیزی که فکر میکنن. ولی نه واقعا هیچ کدوم اینا نیست. یعنی اگر رامو تو خودت میدونی از 100 نفر سینماگر حرفه‌ای که در الان دارن کار میکنن که من میگم نیست، که اگر فرضاً 1% بخوایم بدیم، یعنی از 100 نفر یک نفرم به این شکل آمده باشه، دوامی نداره. آها. برای موندن دکترش اینجاست، موندگاری مسئله است. یعنی واقعا این موندگاری اهمیت داره. بله کاملا. و وقتی شما اینکه شما شروع بکنی اهمیتی نداره، اینکه چطوری ادامه بدی اهمیت داره، اینکه از جایی که هستی چطوری حرکتی رو به جلو بکنی اهمیت داره. خیلی ها هستن به جایگاهی که دارن راضین، من خوشحال نیستم، مدام هم به خودم نقد دارم. چی کار میکنی که آدم موفقی به حساب بیای؟ ببین رامو جون، این رو باید دیگران راجبه هر انسانی بگن که طرف مقابل موفق هست یا نیست. خیلی خب، اینشو کار نداری. این رو میدونم. چه تلاشی میکنی؟ چه طراحی میکنی؟ چه کار میکنی برای که آدم موفق به حساب بیای؟ حالا بقیه بگن. حداقل به هدفم برسم. این شاید درست. آره. طبیعیه که میگم بنای زندگیم رو گذاشتم رو حرفم. یعنی لحظه ای توقف نمی کنم درونش. یعنی اگر تفریح دارم، تفریحم مربوط به کارمه. اگر میخوام برم در واقع مثلا ورزش کنم، ورزشی رو انجام میدم که منو آروم کنه که بتونم بیام بیشتر اطلاعات جمع بکنم. و ببین مهم این نیست که به آرزود نرسی، مهم اینه که تمام تلاشت رو بکنی و این امید رو داشته باشی که من حتی 4 پله پایین تر از اونم برسم برام اهمیت داره و من اون موقع موفق میتونم عمل بکنم. و طبیعیه که نمیتونیم بشیم تو خونه و پامونو بذاریم رو پامون و بگیم چرا هیچ اتفاقی برامون نمیفته، از دنیا گلایه بکنیم، از پدر، از مادر، از دوست، از دانشگاه، از همه چی اعتراض کنیم و بگیم چرا هیچی نمیشه. ببین الان بخش زیاد، من مطمئنم که بخش زیادی از دوستان جوان اعتقاد قلبی دارن که اگر ورود بکنن توی سینما تمومه، ترکوندن. آره، ولی خب باید ورود بکنن تا ببینن چه خبره. به راحتی نظر میدیم، اما وقتی پاش میرسه تمام بک‌گراند ذهنی از این دوستان داشتیم رو فراموش میکنیم. حتی اگر واقعا قرار باشه متخصص بشیم، شاید نتونیم توانه گرفتن یه پلان از این کارهایی که این دوستان کردن یا میکنن رو انجام بدیم، ولی به راحتی منتقدای خوبی هستیم و این میتونه برای آدم بار منفی بیاره و مدعی و ادعاره و بدترینه. آره خب، خوب حرف زدم؟ آره چطور حرف زد؟ عالی بود. آره بابا خیلی خوب حرف زد. آفرین. بریم بیایم و گپمون رو با معاشرتمون رو با هومن سیدی عزیز ادامه بدیم. هومن لبخند 5 ثانیه تو لطفا بزن. جناب خان نداری من بخندم؟ آها، برای اینکه فقط 5 ثانیه بخنده. عجب بابا. آقا الان دارم میخندم بابا. نه نه نه، هنوز نشمردیم. آره
بشماریم براش. بابا من خیلی بازیگر بدیم، من حتما به یه چیزی احتیاج دارم. اصلا اینجوری نیستم، من مثل تو اصلا نمیتونم مثل تو باشم. تو خیلی فوق العاده ای، میخندی، نمیدونم اینا. یک دو سه پنج لبخندم قشنگ خیلی ای کاش دندونامو می آوردم جلو بعدم می خندیدم. نه میره باید برم بکارم. آها آها دندون دندون بذاری رو رو چیز کنی رو کش و اینا قشنگ میشه اینجوری بشی اینجوری بخند خوبه خیلی قشنگ داری اونه قشنگ خیلی تو قشنگی متشکرم خندت هم خیلی شیرین راست نیست نفیسه رو میدی؟ سلام خوبی؟ از شاعرهای کشوره به 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 شعر بعدم میخونه برامون باریکلا خوشحالا خب. میبینم آره بریم بیاییم یک دو سه بریم بیاییم سلام آقا سلام آقا دختر تو بیاده مینا آقا چرا؟ خیلی پسر خوبیه آخه اینکه دلیل نمیشه شما چه دلیلی برای تو محکمه پسند من از همون دلیل بارد من بدونم که دخترم باهاش خوشبخت میشه خوشبخت میشه خیلی آدم آرومیه گوش به حرف میده صبوره بعد مهربونه دست و دل بازه یه ذره خونه ماشین همه چی داره بابا پول داره آها. پول داره تقریبا خیلی جایزه برده الان با آره درمون شد دیگه آره. فیلم یه فیلم هم فیلم 13 هم که دیدین همه جای این فیلمش همه جای دنیا جایزه گرفت از عبدالله موحد بیشتر جایزه گرفت آها فیلم سازه بله کارگردانه فیلم ساز خیلی خوبیه من افتخار همکاری داشتم بازیگرم هست بازیگر کارگردان نویسنده است مونتور اینجوری که تو میگی از خونه پیداش نمیشه که دختر من تنها میمونه تو خونه نه 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 خونه می نویسه، خونه تدوین میکنه، میره بیرون کارگردانی میکنه، برمیاد خونه تدوین میکنه. یعنی یه ذره بیرون سر کارم بیرون دخترتو میتونه بره پیشش. تو آشپزی و اینا چی غذا بلد درست کنه؟ شما دخترم بلد نیست غذا درست. خب اون چه پس ما نمیدیم هومنه به دختر شما. نه شما نه دیگه یه غذا بلد باشه این همه کار بلده. یه دونه رو بلده. برای کی دیگه؟ برای خودش. برای خودش بله. چی مثلا درست میکنه؟ من غذا نمیدونم ولی چند تا شماره رستوران خوب میدونم داره آه. اهل سفر اینا هست چون دختر من مثلا اهل سفره بله سفر که خیلی میره رشت زیاد میره خب بعد مادرش اینا اونجا مادرش اینا اونجا خب هی میخواد دختر من ببره پیش مادرش نه میبره هتل میبره هتل خب رشتی ها مهربون هست ببره پیش مادرش که خوشبختر میشه دختر آره. راضی هن از مثلا پدرش ازش راضیه بله بسیار پدرش مادرش تو زندگی دلش به چی خوشه آرامش داشته باشه آها. شما فیلمی هم بازی کردین که با آقای سیدی نبوده باشه بله خب شده مثلا در مورد اون فیلمت اکران شده زنگ بزنه بگه آقا چه کردی نه اما اصلا این مدلی نیست چند سالشه اساسا من یا 59 یا 60 35 6 سالش بله. میشه بله خب نمیخوره به دختر من دختر من تازه 8 ماهشه بچه خواسته کنین چی؟ نه بچه هست هومن خودش آها خودش بچه هست خب بدینش بزرگ کنه اونم خوبا آقا خیلی ممنونم خیلی خواهش خیلی لذت بردیم خیلی مخلصیم دوست کردیم هومن سیدی در خندوانه در این بار خندوانه اینجا نشسته و داریم با هم معاشرت میکنیم خیلی هم خوش میگذاریم دوارم هم اینطور خیلی خدا رو شکر هومن اوزه فیلمت چطوره؟ فیلمی که الان رو پرده داری؟ خشم و هیاهو؟ آره فیلمیه که دوران عید اکران شد چه فیلم کمدی نمیسازی خب؟ ببین چه استقبالی میشه ببین خیلی هم استقبالی نشد داره خب به نظرم آره نه میفهمم کمدی خیلی گونه مهمیه
اصلا احتیاج نیست اینا رو به تو گفت. حتما خودت خیلی خوب میدونی. منتها تخصص بسیار بسیار بالایی میخواد. یعنی اصلا اینجوری نیست که من پاشم بیام برم یه کمدی بسازم و حالا تو بانمکی هم استاندارد داشته باشه و تو بانمکی میتونی؟ آقا فقط به خاطر برای بانمکی نمیتونه آدم مثلا یه فیلم کمدی آقا بسازه. تو یه کارگردانی که بانمک باشه خب میتونه این فضا رو برای تماشاگرش بسازه. حتما همینطوره. اینطور نیست که من هیچ وقت در زندگیم نخوام که این کار رو بکنم. حتما گوشه ذهنم وجود داره که اصلا این گونه از سینما رو تجربه کنم. ولی که خیلی هم کیف میده. خیلی کیف میده. اما خیلی هم از اون ور یک خطر دیگر داره دیگه. خطر لودگی داره که اون دیگه به مراتب فاجعه است. یعنی اگر توی اون دام گرفتار بشه آدم تو به ورطه لودگی نمیافتی. تو خیلی به من لطف داری. به خودو نمیافتی. این خطر واقعا وجود داره. خیلی خطرناکه. ببین تو تمام تقریبا بخش زیادی از زندگی حرفه‌ایت رو توی این ژانر گذاشتی. و خب خیلی متفاوته با منی که از این فضا ممکنه حالا چون لزوم من دو سه تا فیلم کمدی بازی کردم که حالا مثلا بعدم نبوده و در مورد خودم دارم حرف می‌زنم ولی لزوم من معنیش این نیست که بتونم یه فیلم کمدی موفق بسازم. اگر به اونجا برسم که فکر کنم میتونم حتما این کارو میکنم. یعنی حتما یه فیلم کمدی خوب میسازم. شاید بذارم برای موقعی که خودم تهیه کننده شدم که پول بیشتری گیرم بیاد. آخه دیدی دلت برام سوخت. آره. اومه یه نفر به عنوان یارت انتخاب کن. از کجا؟ از جمعیت که اونجا نشسته. هر کس از تو خیابون بفرمایید. این دوست عزیزم که دستش رو بلند کی؟ ایشون. ایشون؟ آره. نفر اول زرد. من ببینم. بعد چیکار باید بکنیم؟ پانتومیم بازی می‌کنیم. من و تو پانتومیم بازی می‌کنیم، اونا حدس می‌زنن. اینا چیزاییه که دوستان من نوشتن. آها. و من هم به اندازه تو هیچی ازشون نمیدونم. واقعا نمیدونم. ما هم به تو اعتماد میکنیم. آره بابا. آره واقعا واقعا میگم راست میگم. خب بیا. دیگه بحث نمیکنم که آقا نه بشینیم اینو باید انجام بدم. آره دیگه بابا من تو که پانتومیم زیاد بازی کردم. خب الان اینو چیکار بکنم؟ چی شو؟ یکیشو برمی‌داری؟ اولی رو برمی‌داری نگاه می‌کنی؟ همین اولی رو. اگه دلت نخواست دیدیم آها میتونم کنار بعدی رو بردارم. آره بذار اونجا. خب کی مینویسه اینا رو؟ یه گروه بابا رامبو تو بیا این دوتا رو بیا اینو ببین. من شروع میکنم. اینو تو بگو. مزخرف. اینو بگو. اینو بگو دیگه. اینم مزخرفه. اینو میگم. من اینو میگم. من اینو میگم. خب من که اشکالی ندارم. نه من تو که اشکال ندارم. آره ببینم تو چیو میگی. منم اینو میگم. ببین چقدر سخته. نه خیلی هم سخت نیست. سینا یار منه، شما میلاد، میلاد هم یار هومنه. بچه ها یک دقیقه وقت داریم سینا. 70 ثانیه. 1 2 3. یه حیوونه؟ چوبون؟ چوبان دروگو؟ من میتونم عوض کنم؟ نه انتخاب که باشه عوض کنم. وای چقدر هم اطوار داره، چقدر ناز داره، چقدر داره. به نظرم خودزنی اولی راحت‌تر بود. 1 2 3. شما آقای جواب اومدیم برای پانتومیم بازی کردن؟ بازیگر؟ کارگردان؟ مهمان؟ بازی؟ پانتومیم بازی کردن؟ پانتومیم. خوب بود. 1 2 3.
نوزاد تپه دره پشت کوهان شطور 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 سواری شطور مرغ بوفالو گاو گاو شطور شطور گاو پلنگ واقعا دکترا داره. آره این کار است. این دقیقا کجاست؟ میشه اینو به من بگی؟ کجای اون برق داشتی؟ کجای اون چیزی؟ کجای اون جایی که باید باشه است؟ منم بلدم. امیدوارم که بلد باشی. ای واقعا رفتی؟ چیکار کنم؟ آخه وقتی نتونی من که نسوزم که دست بردار نیستی. شروع کردیم ما دیگه. یک دو سه رانندگی ماشین سواری صندوق عقب کاپوت در کاپوت داخل موتور موتور ماشین سوخته روغن سرسیلن باتری بابا یاتاقان چی؟ یاتاقان آفرین یاتاقان 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 هم جلوی ماشین ظاهر پروفسور تونست درست بگه دیدین حفیظه دیدینم تونستم چرا عزیزم تونستم دیدی من رو سینا بردیم ها ما گفتیم چجوری؟ آفرین یاد آقان آروم گرفتی باختم من خوشحالم خب ادامه داره فکر نکن تموم میشه این بازی؟ نه این بازی تموم شد بازی ها ادامه دارن بازی ها اگه الان بهت بگن یه آرزو میتونی بکنی و برآورده بشه یقیناً برآورده شه طبیعیه که برای خودم آرزو نمی کنم بذاره گسترده تر این آرزو رو میکنم خیلی دلم میخواد که دیگه در ایران هیچ کس مشکل مالی نداشته باشه اگه آره واقعا امیدوارم بریم بیم یک دو سه بریم بیم دمتون گرم واقعا یک قطعه محلیه درست میگم دیگه شمالیه یه قطعه محلی شمالی؟ بله خیلی دلنشینه شما زحمت نکشین چی کار باید بکنم؟ خیلی ممنونم اوه وقتی حالت بد میشه چی کار میکنی؟ برنامه تو رو نگاه میکنم باشیم اومد بله من و تو یعنی هر کدومم باید تلاش کنیم تو زندگیم باور نمیشه یه موقعی همچین کاری انجام بدم بعد
چیکار میکنی چطوری؟ اینو باید بندازی اینجا. آره میدونم ولی تو چطور این کارو میکنی؟ نتونستم که. تو هیچ این الان تازه داره تست میشه این بازی اینجا. یه بار قبلا تست شده بدون من. جواب داده بود؟ آره یعنی کسای دیگه این کارو کردن. نتونستن. علی اوجی اولین بار این کارو کرد نه؟ چه دیگه همه کارو بریم. آماده ای؟ نه نگر نداره دیگه. تو نگه داشتی اشکال نداره من نگه. تست زدم. تو تست برای شما اشکال نداره برای ما گناه. نه تست انجام بده. تست. او چه معترضم از دیدی؟ سینما ندارم بابا. اشکال نداره. میگه سینما ندارم. نمیرم برات. خودم میام سالن سینما اونجا ایجاد میکنم. یه پرده میذارم اونجا. نمیشه بابا رام بود. بریم آقا. بریم. 1 2 3 دوتاش با هم های بابا دیوونه شدم میتونی از شیوه من استفاده کنی آفرین بابا بومن متقلب بومن اینجوری کرد؟ آره نه بکشیم بالا؟ من به تو کمک کردم دیدم تو نمیتونی گفتم که من کودک درون تو یه ذره تقویت و تشویق بکن. آره خیلی پیر شده، زود پیر شده، سنش رفته بالا، همش بازی رو تقلب میکنی، میخوای زودتر از بازی رد شی بریم. نه 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 اینطور نیست. جا داره که واقعا از تو تشکر کنم بابت حرکت بسیار 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 عجیبی که داری با این برنامه انجام میدی. حتما میدونی چه تاثیر عجیب و غریبی گذاشته در جامعه، ولی بذار منم بگم به عنوان آدمی که شاید بیرون از این قضیه است. این برنامه فقط یک برنامه به نظرم کمدی و محض خنده نیست و نکتش به نظرم شاید با بعضی از فیلم‌هایی که متاسفانه داره اکران میشه و فروش خوبی هم داره، تفاوتش اینجاست که اونا هیچ چیزی برای تماشاگر نداره ولی برنامه تو خیلی چیزهای فراوانی برای تماشاگر داره و این حدیث یک کارگردانه و تو این کار رو خیلی خوب و به نحو احسن داری انجام میدی و دمت هم گرم. همین. خیلی متشکرم. از ما همیشه نیاز به تشویق داریم هممون. معلومه. آره متشکرم. خواهش میکنم. خیلی کیف میده. خواهش میکنم. با انگیزه های قوی تر جلو میریم. همان عزیزم خیلی ممنونم بابت حضورت. متشکرم، مرسی که دعوتم کردی. مخلصم. تو چند تا چیز داری؟ سیمرغ داری؟ چند تا جایزه خارجی داری؟ بله. و اینو لطفا کنار اونا بذار. با افتخار. جدی میگی؟ بله بله. متشکرم. علاوه این که حامی برنامه هم هدیه‌ای داره که تقدیمت میکنم. خیلی هم ممنون. متشکرم. ستاره 780 مربع. ما توی ستاره 780 مربع یک کمپینی داریم که بزرگترین کمپین ایرانه. قطره قطره. قطره قطره. عضو هستی اون تو؟ نه. موبایلت الان پیشته؟ نه. موبایل کجاست؟ ماشین. ولی میتونی یک نفر رو بفرستی منو ببینه که عضو میشم. یعنی این کار. قول میدی؟ آره قول میدم. قول بده. آره قول میدم. چند بار دیگه باید قول بدم؟ یه بار دیگه بده؟ قول میدم. خیلی مشکرم. خیلی ممنون. مشکرم. خیلی خوش بودم. مشکرم. خدا نگهدار. ممنون. مشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. Oh.
یک دو سه من وقتی میگم از جا بپر با هر دستای ما پاشو از روی غصه بپر گوله بار تو بیار حرفامونو توش بذار دستاتو ببر بالا بازی شروع شد حالا آسمون تو ببین اگه شب ستاره بچین غمها اگه بیخوابن میخونیم تا که بخوابن با انرژی همه ما همه خنده باره ای ها دنیا چشمک میزنه میشه هم رنگ ما ها بام 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 بارا بابام 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 با یک دوسه من وقتی میگم عجب پر با هر دستای ما پاشو از روی غصه بپر گوله بار تو بیار حرفامونو توش بذار دستاتو ببر بالا بازی شروع شد حالا آسمون تو ببین اگه شب ستاره بچین غمها اگه بیخوابن میخونیم تا که بخوابن با انرژی همه ما همه خنده باره ای ها دنیا چشمک میزنه میشه هم رنگ ما ها بام بارا بابام بام 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 بارا بابام ما خیلی باحالیم میخواییم از حضورتون خدافظی بکنیم و ممنونیم که بازم با ما بودین و گذاشتین که ما مهمون شما باشیم و انرژی و حالی که در استودیو بود رو با شما تقسیم بکنیم. به احترام مردم عزیز ایران بلند شین لطفاً. آماده؟ کمربندها رو باز میکنیم. یک، دو، سه. خب مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. عشق ما به خودتون رو احساس بکنید و لطفاً ازش مراقبت بکنید. ما هم دریغ نمی کنیم و آرزو میکنم که در کنار خانواده سر حال و قبراق و خوشحال و راضی و پرروزی باشیم و مخصوصاً از همه مهمتر سلامت باشیم. الهی آماده خداحافظتون باشه. یک دو سه.